لباسی که هر انسانی بپوشتش بدترین اتفاق ممکن برش میفته. گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم این فابریک رو ببینیم که عمر 91 راتن تومیتوز به خروج اختصاص داده و یکی از بهترین فیلم های روانشناختی و عجیب دنیا حساب میشه. چرا میگم عجیب؟ به خاطر اینکه فیلمشو هرچی ببینی یه جایشو نمیفهمی و بر من هم اتفاق افتاد. منتها برای اینکه تحلیلشو خوندم دیدم خیلی محتوای جالبی پشتشه و میخوایم با هم دیگه بررسی هم بکنیمش. بریم با فیلمو ببینیم. حواستون به اسپول کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم شیلا رو میبینیم که کارمند بانک رو توی جلسه شرکت میکنه. مشخصه رئیسش اصلا کار شیلا راضی نیست و بهش اخطار میده که اخراجت نزدیکه. شیلا میاد خونه و میبینیم که با پسرش ونس زندگی میکنه. شیلا به تازگی از همسرش جدا شده و وقتی میرسه خونه پای تلویزیون میشینه و تبلیغ یه مغازه به اسم دی اند اس یا مرگ و شام رو میبینه که خیلی هم عجیبه. این وسط اعصابش هم به هم میریزه چون ونس میخواد امشب خونه پدرش بمونه و شامو با پدرش و دوست دختر جدید اون بخورن. شیلا نمیدونسته که همسر سابقش دوست دختر پیدا کرده و وقتی ونس اونجا میره روزنامه ای رو برمیداره. تو روزنامه بخشی وجود داره که آدم های مختلف درخواست دوستیابی ثبت میکنن و شیلا هم چند تا مرده مناسب انتخاب میکنه و بهشون پیام میده تا باهاشون آشنا شه. روز بعدی که از سر کار برمیگرده پسرش ونس و همراه دوست دختر اون گوئن میبینه. گوئن جسی گرفته و ونس داره نقاشیشو میکشه. از همینجا هم رفتار بد و بی‌محلی های این دختر به شیلا واضحه. آخر شب صدای رابطهشون انقدر بلندی که شیلا به هم میریزه و در همین حال هم یکی از مردایی که دیروز انتخاب کرده بود جواب پیامشون میده. با هم برای روز بعدی قرار میذارن و شیلا هم کلی به خودش میرسه. بعدم به فروشگاهی که تبلیغشون میدیدیم یعنی دی اند اس میره تا یه لباس شیک بخره و واسه قرار شب خودشو خوشگل کنه. فروشنده اصلی اینجا خانومیه به اسم لاکمور. رفتارش خیلی عجیب غریب و جملات مبهمی هم به زبون میاره. کلا خیلی با معما حرف میزنه. خلاصه شیلا یه لباس خوشش میاد که قرمز هم هست و به اصرار خانم لاکمور پروف میکنتش. با اینکه سایز لباس 36 و غیر ممکنه اندازش باشه به زیبایی تو تنش میشینه. خانم لاکمور هم میگه ما انقدر کارامون خفنه که لباسامون به همه آدما میاد. وقتی هم تردید شیلا رو میبینه شروع به تعریف بدنش میکنه و در آخر هم به بهونه اینکه کسی که باهاش قرار داری خیلی از این جسارتت خوشش میاد قانعش میکنه که لباسو بخره. البته که این وسط خیلی نامحسوس همه اطلاعات شیلا رو از اسم تا سن و همه چیزش میگیره. در حالی که شیلا داره لباس عوض میکنه لاکمور با تلفن تماس میگیره و هرچی از این زن فهمیده رو به طرف میگه. کسی که اون طرف خط هم همه اطلاعاتش رو مینویسه. شب شده و در حالی که شیلا منتظر قرارش که بیاد دنبالش خانم لاکمور رو توی اتاق تاریک میبینیم. کلاه گیسی از سرش برمیداره و روی مانکن میذاره. از اداهای مسخرهش هم میفهمیم که کلا انگاری روانیه. شیلا هم با طرفش به یه رستوران میرن و قرار بدی رو میگذرونن. رفتار مرد خیلی بده و یه گل پلاسیده به شیلا میده. هرچی هم این زن میخواد باهاش حرف بزنه اون یه کلمه جواب میده و در آخر هم عصبی میشه که چرا انقدر شیلا سوال میپرسه. با پایان قرار شیلا میاد خونه و تازه متوجه یه خارش زیادی رو قفسه سینه‌اش میشه و کلی اونجا جوش زده. روز بعد میرسه. شیلا خیلی دستشویی داره و دوست دختر ونس یا همون گوئن رفته حموم و خیلی هم طول کشیده. با عصبانیت میاد بیرون و به شیلا میگه این بعد زودتر دوش میگیرم از بس دلم واسه میسوزه و بدبخت بیچاره ای. یه سرم به فروشگاه میزنیم که خانم لاکمور دم پنجره وایسته رو انگار طبقه بالا با حقارت به مشتری هایی که دم درن و منتظر باشدن فروشگاه نگاه میکنه. شیلا هم که داره خونه رو جمع جور میکنه لباس قرمز خودش رو تو اتاق پسرش میبینه. عصبانی میشه و کلی ونس رو دعوا میکنه که دوست دخترت حق نداره لباسای منو واسط بپوشه و هر کاری دوست داره تو خونه انجام بده. ساعتی بعد میبینیم که شیلا لباسا رو تو ماشین میندازه و حالا ستای تو آشپزخونه میشینن تا یکم وقت بگذرونن و بازی کنن. گوئن متوجه قرمزی پوست شیلا میشه و بهش میگه من یکی رو میشناختم اینطوری شد جونش رو از دست داد. خیلی روکه. وسط بازی هم گوئن همه مورهای شیلا رو میزنه. آخرش موند و دوست پسرش ونس با زبون فرانسوی بهش میگه این کارو نکن وگرنه مامانم ازت بدش میاد. گوئنم به انگلیسی با صدای بلند جواب میده این عوضی همین الان هم بدش میاد و آخرین مهره هم میزنه. یه دفعه ماشین لباسشویی شروع به لرزیدن میکنه. حتی وقتی از برق درش میارن بازم همینطوری با سرعت تکون میخوره. در آخرم دست شیلا بهش گیر میکنه و به شکل بدی زخم میشه. یه سر میریم به فروشگاه. مشتری‌ها رفتن و حالا خانم لاکمور
یه مانکن رو به اتاق دیگه میبره. صاحب اصلی مغازه یعنی آقای لاندی با هیجان این صحنه رو نگاه میکنه. خانم لاکمور با آرومی با رفتار تحریک کننده لباسهای مانکن رو در میاره و آقای لاندی هم انقدر ذوق داده است که با دم و دستکش بازی میکنه. روز بعدی شیلا به سر کار رفته و دوباره رئیساش بازخواستش میکنن. بهش میگن رفتارت با مشتریا خوب نیست، مخصوصا مدل دستبندت که خیلی ضعیفه. حتی به دستشویی رفتن زنم گیر میدن و فقط دنبال بهونن. شب که میرسه شیلا لباسی که خریده رو برمیداره و به فروشگاه میره. معتقد دلیل خارش بدنش به خاطر سایز کوچک این لباسه که خیلی به تنش فشار آورده. میخواد بزرگترش رو بگیره. در حال انتظار کاتالوگ فروشگاه ورق میزنه و به صفحه میرسه که یه مدل به اسم جیل همین لباسو پوشیده. خانم لاکمور هم میاد و انگار خیلی عصبیه. با بستن کاتالوگ به شیلا میگه این مدلمون توی تصادف جونش از دست داد و نمیخوایم بقیه عکسشو ببینن. دقیقاً روز بعد عکاسی با این لباس قرمز اون اتفاق براش افتاد. شیلا با نگرانی پرسه چند تا از این لباس تولید کردید و خانم لاکمور میگه فقط همین یه دونه است. یعنی لباسی رو بهش فروختن که جیل همون روز پوشیده بوده. با دور شدن هم یه دفعه شیلا یه تصویر عجیب میبینه. تصویری از یه روزنامه که خبر اتفاقی که برای جیل افتاد توش چاپ شده. با رفتنش از فروشگاه خانم لاکمور هم این صفحه از کاتالوگ لول میکنه و میکنه تو یه جا عمیق‌تر از شلوارش. شیلا به خونه میاد و میفهمه یکی دیگه از مردایی که بهشون پیام داده بود زنگ زده و باهاش قرار گذاشته. اسم این مرد زکه و رفتار خیلی خوبی با شیلا داره. کلی با هم خوش دارن میگذرونن و در همین حال یه سر میایم خونه. لباس قرمز خود به خود حرکت میکنه. به اتاق میره که ونس و گوئن در حال رابطن. به شکل وحشتناکی یهو رو صورت گوئن میفته و انگار میخواد خفش کنه. اونم از ترس فریاد میکشه و برای چند لحظه لباس میفته رو زمین و انگار هیچی نشده. قرار شیلا و زک هم عالی پیش میره و روز بعد میرسه. فروشگاه ها میبینیم که مشتری های جدید بهش هجوم آوردن و فروشنده ها با یه تعظیم ازشون پذیرایی میکنن. میفهمیم شیلا و زک هم شب با هم گذروندن. رفت و آمدش بیشتر شده و این وسط زک لباس قرمز رو میبینه. با تعجب متن روش رو میخونه که نوشته اگه منو بپوشی منو خوب میشناسی. شیلا با نگرانی اتفاقات عجیبی که بعد این لباس افتاده رو تعریف میکنه. واضحه که زک زیاد جدیشون نمیگیره و حرفی نمیزنه. حتی اصرار میکنه شیلا براش بپوشدش و اونم همین کار رو انجام میده. یه رابطه دیگه با هم دارن و در حالی که همین لباس تن شیلاست دوتایی میرن قدم بزنن. یه دفعه سگ از فاصله دور سمت شیلا میدوه و با وحشیگری لباس رو با دندوناش پاره میکنه. پای شیلا هم زخمی میشه. میرن بیمارستان و شب که برمیگردن خونه ونس لوازم مادرش رو آورده. قسمت عجیب اینجاست که لباس قرمز کاملا مثل اولش و پاره هم نشده. روز بعد دیگه شیلا خسته است و لباس رو میبره که پس بده. فهمیده که یه اتفاقی عجیبی داره میفته. خب خانم لاکمور هم قبول نمیکنه و میگه چون رسید نداری پس نمیگیریمش. شیلا حتی پولش هم نمیخواد و فقط میگه لباس رو ازم بگیرید، اما حتی این کارم انجام نمیدن. خلاصه که با اعصاب داغمون میره سر کار و دوباره رئیساش بازخواستش میکنن. این بار بهونه‌شون اینه که شیلا برای دوست دختر رئیسش دست تکون داده و این کار خیلی زشت بوده. حتی بهش میگن تو یه چیزی مصرف میکنی که اینطوری. و این وسط شیلا هم شروع به صحبت میکنه. میگه یه مدت روح و روانم به هم ریخته است و هر شب دارم کابوسهایی از مادرم میبینم. توی خوابم لباس قرمز رو میپوشم که مادرم داشت و وقتی با آینه نگاه میکنم اونو میبینمش. رئیساش هم دیگه چیزی نمیگن. وقتی شیلا میاد خونه تصمیم میگیره چند روز به خونه زک بره و اونجا بمونه. لوازمش هم جمع میکنه و سوار ماشین میشه، اما اتفاق عجیبی میفته. وسط خیابون یه عالمه مانکن ترسناک ظاهر میشن. یهو فرمون رو میچرخونه و تصادف میکنه. میبینیم لباس قرمزم تو ماشین بوده و حالا روی هوا پرت شده. شیلا دستش میبره سمت لباس تا بگیرتش و در همین حال جونش رو از دست میده. ساعتی بعد مامورهای پلیس به خونه شیلا زنگ میزنن که بگن چی شده. ونس زیر پتو داره با دم و دستکش بازی میکنه و وقتی این خبر رو میشنوه بدون هیچ توجهی کارش رو ادامه میده. قضیه این خانواده تمومه و لباس قرمز هم به این فروشگاه سمساری میبرنش. روز بعدی مردی میره به این فروشگاه و همین لباس رو میخره. وقتی تو ماشین اونو روی ظرف میوه پرت میکنه همه میوه ها تو چند ثانیه کاملا میپوسن. ساعتی بعد مردی به اسم ریج رو میبینیم. کسی که لباس رو خریده بود دوست ریجه و براش مهمونی مجردی گرفته، چون چند روز دیگه عروسی این مرده. همین لباس قرمز هم به زور تن رج میکنن تا مسخره بازی در بیارن و جزوی از مراسمشونه. این لباس حال رج خیلی به هم میریزه و بعد مهمونی مدام بالا میاره.
در حالی که وقتی تنش بود کلی خوش می‌گذروند و مسخره بازی در می‌آورد. روز بعدی هم کنار نامزدش بیدار میشه و همچنان می‌لرزه. حالش خوب نیست و نامزدش یعنی بابز شروع به نصیحت در مورد بدی مس کردن و این چیزا می‌کنه و میگه نباید این کارو انجام بدی. این وسط متوجه سینه رجم میشه که قرمزه و مثل شیلا کلی جوش داره. چند ساعتی گذشته و رجم میبینیم که رفته سر کار و تعمیرکار ماشین لباس شویه. رئیس زیاد ازش خوشش نمیاد، مخصوصا که برای مهمونی مجردی شب قبل دعوتش نکرده بودن و بهش برخورده. بعدم رجم خونه یکی از مشتری ها میفرسته که موقع کار به خاطر سوالهای مشتری بیشتر با این مرد آشنا میشیم. تعریف میکنه 14 ساله با نامزدش و غیر اون با هیچکی نبوده. وسط صحبت ها مشتری یه حالتی میگیره که انگار رفته توی دنیای دیگه و اصلا هیچی از حرفای مردم نمیشنوه که داره در مورد ماشین لباس شویی صحبت میکنه. شب شده و رجم میبینین که با نامزدش دارن رابطه برقرار میکنن. این وسط ببز هیچ توجهی به کارشون نداره و فقط از عروسیشون و کارهایی که مونده حرف میزنه. کلاً انگاری توجه زیادی به این مرد نمیکنه. روز بعدی بیدار میشن، بابز لباس قرمز رو که دوستای رج برای مسخره بازی خریده بودن رو میبینه و میپوشتش. خیلی هم خوشش میاد، مخصوصا که میفهمه سایز لباس 36 و خودش تقریبا 40 میپوشه. تو تصورش خیلی لاغر شده و کلی با خودش افتخار میکنه. بعدم لباساشون رو همراه این لباس قرمز میذارن تو ماشین لباسشویی و میرن بیرون. بابز میخواد به فروشگاه دی اند اس بره چون عاشق این لباس قرمز شده و میدونه که از اینجا تولیدش کردن. یه چیز انتخاب میکنه و سایز 38 میپوشه، اما حتی این سایز هم براش خیلی تنگه، چه برسه به اون قرمز 36. موقع عوض کردن لباس هم جوجهای روی بدنش میبینه، مثل همونهایی که نامزدش داشت. وقتی به خونه میرسن متوجه میشن ماشین لباسشویی خراب شده. کف خونه رو هم گند گرفته و سری لباسا رو آویزون میکنن. طبق معمولم هم لباس قرمز همچنان مثل قبل سالمه. وقتی رج ماشین لباسشویی میخواد درست کنه متوجه خرابی اکثر قطعاتش میشه و کلی قراره وقتش رو بگیره. این وسط هم در مورد کار با بب صحبت میکنه، ولی این دختر مثل همون مشتری یه حالت شبیه کما میگیره و برای چند لحظه هیچی نمیشنوه. روز بعدی هم رج میره سر کار و دوباره با رئیسش بحث دارن. رئیسش میگه تو ماشین لباسشویی خونتون رو درست کردی، اما به ما گزارش و سهم کارتون ندادی و واسه همینم هم اخراجی. حتی کارت استخدام مرد رو تو دهن خودش خورد میکنه. رج هم این جریان رو به نامزدش نمیگه، اما وقتی خونن و بابز مدام برنامه و خرجای عروسی حرف میزنه خیلی به هم میریزه و میره تو خودش. قبل خوابم بابز میگه نگران این خارش زیاد روی سینه‌ام شدم، اما رج میگه چیز خاصی نیست و احتمالا واسه پودر لباسشویی که عوضش میکنم. میخوابن و میبینیم که لباس قرمز یهو میفته روی قفسه پرنده. روز بعد میفهمن پرندهشون از دست رفته و خفه شده. رج میگه غیر ممکنه به خاطر افتادن لباس اینطوری شه و احتمالاً توی خونمون گاز نشتی داره و خیلی خطرناکه. برای همینم هم تصمیم میگیرن آب گرم کن و زیان کنن که اگه شعله‌اش زرد و نارنجی شد بدونن تو خونهشون گاز خطرناکی وجود داره. قرار میشه ظهر یکیشون برگره که آب گرم کن و چک کنه. خب رج هم نگفته اخراج شده و با پوشیدن لباس کار بدون حرفی میره بیرون. خودش رو به بانکی میرسونه که قبلا شیلا توش کار میکرد. درخواست یه وام میده تا پس مخارج بر بیاد که باش موافقت نمیشه چون روز قبلی از کارش اخراج شده. تو صحبتاشون هم با رئیس بانک یه اشاره‌ای به این میشه که فروشگاه دی اند اس به تازگی یکی از کارمندهاش هم گم کرده و اصلا معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. این فقط توی ذهنتون باشه برای آخر فیلم. در آخر هم پیشنهاد یه وام دیگه به رج میدن که بابت شروع کسب و کار آدم‌های تازه وارده، اما رج اصلا نمیخواد قبولش کنه چون سود وام خیلی بالاست. رئیس بانک ازش میخواد که در مورد کارش و ویژگی‌های خوبش صحبت کنه. با اصرار زیادشون رج شروع به حرف زدن در مورد ماشین لباسشویی میکنه و بازم این دو نفر مثل نامزدش و همون مشتری تو حالتی مثل کما فرو میرن و بعد چند ثانیه به هوش میان. رج بدبختی و به هم ریختگی زندگیش حرف میزنه. مثل شیلا میگه یه مدت کابوسای عجیب میبینم. تو کابوسام همسرم داره زایمان میکنه و بچه‌ای که به دنیا میاد یه لباس قرمز پوشیده. یه هروشو میکنه به من و انگوش وسط نشون میده. خلاصه که هیچ نتیجه از جلسه حاصل نمیشه و رج برمیگرده خونه. جلوی تلویزیون میشینه و نامزدش بابزم به فروشگاه دی اند اس رفته تا دوباره چیزی بخره. اما پایان ساعت کاری و خانم لاشبورد میخواد بنزتش بیرون. بابز سر جاش میمونه و یه سری قانون رو میگه که خلاصه‌شون اینه وقتی آخرین مشتری کارش تموم نشده فروشگاه حق نداره بستشه. لاکمور که عصبانیه دیگه اون ادبیاتش فراموش میکنه و سعی میکنه با تحقیر و مسخره کردن لباسای بابز اونو بفرسته بیرون، ولی بازم موفق نمیشه. صاحب فروشگاه یعنی آقای لاندی متوجه میشه و به خانم لاشبور میگه درست صحبت کن. این در حالیه که رج همچنان جلوی تلویزیون نشسته. نگاهش به تبلیغ عجیب همین فروشگاه قفله و نمیفهمه که شعله آب گرم گون زرد شده.
به فروشگاه میریم. بابز در حال دن کاتالوگ و خانم لاکمور میاد سمتش. حالا خیلی از قبل مهربونتر و میگه تو حتی هم مدلای مو هم هیکلت بهتره و لاغرتری. بابز هم خیلی ذوق میکنه و وقتی خانم لاکمور حدس میزنه که سایزت 36ه انگار دنیا رو بهش دادن که انقدر کوچیک به نظر رسیده. بعد هم میگه من همیشه آرزوم این بود که سایزم انقدر باشه. یه وقتا خواب میبینم مدل شدم و توی کاتالوگم سایزم 36ه ولی هرچی تو خوابم لاغرتر میشم سایزم میره بالاتر. بعدم میبینم که یه عالمه آدم عکسامو پاره کردن و با خودم وسط یه لباس فروشی خاک میکنن و اینجاست که با ترس خواب میپرم. میبینم خانم لاکمونم به یه حالتی مثل کما رفته و تازه برای تماشا دادن حرفاش سر حال میشه. بابز میره تا لباس دیگه‌ای پروف کنه و میفهمیم اون لباس قرمز رو زیر پالتوش پوشیده. لباسی که یهو حرکت میکنه و از اتاق پروف میاد بیرون. آخرین مشتری‌های مغازه هم دارن خریدشون رو حساب میکنن که دوتاشون دعواشون میشه. بزن بزنی شک میگیره و چند تا از شیشه ها رو میشکنن. بقیه مشتری‌ها فرصت استفاده میکنن و با شکستن همه چیز تا جایی که میتونن لوازم برمیدارن و میدوزن. همین لحظه به خونه رج میایم که جلوی تلویزیون به شکل دردناکی جونش رو دست داده. مشخصه به خاطر استشمام همون گاز. تو فروشگاه هم دعوا همچنان بالا گرفته که لباس قرمز یهو رو بخاری فروشگاه میافته. همه مغازه آتیش میگیره. بابز که داشت لباس پرو میکرد تو اتاق گیر کرده و دروش قفل میشه و همونجا از دست میره. خانم لاکمور یکی از مانکنها رو برمیداره و به یه آسانسور مخفی میره توی فروشگاه و فرار میکنه. وقتی تو آسانسور روبروشو میبینیم که یه اتفاق عجیبی میفته. تو هر طبقه یکی از صاحبای اون لباس قرمز نشستن. یه کیسه بهشون وصله که از خون پر شده و جلوشون هم چرخ خیاطیه که انگار دارن لباس قرمز دیگه میدوسن. لباسی از جنس خودشون. جیل یعنی مدل اصلی، شیلا، رج و بابز هر کدوم توی طبقه‌ن و پایینشونم چند تا اتاقی که هنوز خالیه. احتمالاً برای قربانی‌های بعدی. سکانس آخر فروشگاه سوخته رو می‌بینیم. یا آتش نشان این لباس رو برمی‌داره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم کلا اینطوریه که هر 5 دقیقه یه بار به خودت میگی من چرا دارم این فیلمو می‌بینم؟ یا اصلا این چه سمیه دارم تماشا می‌کنمش؟ و یه چیز خیلی عادیه چون خیلی سکانس‌های سمی داره و بدون خوندن تحلیلش من خودم به شخصه نفهمیدم منظورش چیه. ولی وقتی خوندم هی بیشتر بررسی کردمش، یه بار دیگه نگاه کردم و واقعا عشق کردم با فیلمسازی خفنش. برای درک بهتر فیلم باید با کلمه مصرف‌گرایی یا کانسیومریسم آشنا بشیم که توی یکی دیگه از فیلم‌ها هم بود در موردش صحبت کرده بودم. اگه نمی‌دونید یه توضیح کلی بهتون میدم. مصرف‌گرایی یعنی اینکه شما یه چیزی رو برای خودت تهیه می‌کنی فقط برای خودنمایی، برای اینکه بگی من بهترم و برای اینکه ضعف‌های درونی خودت رو بخوای جبران بکنی. هی این خریدات بیشتر میشه و به جایی میرسی که مصرف‌گرایی‌ت خیلی بیشتر از قابلیت تولید یا توانمندی خودته. یعنی حاضری حتی شب گشته بخوابی ولی یه لباس قشنگ بپوشی. خلاصه این میشه مصرف‌گرایی و کل محتوای فیلم بر مبنای این کلمه شروع میشه. لباس قرمزی که ما میبینیم نماد همون چیزی هست، همون کالایی هستش که یه مصرفگرا برای خودش میخواد. ببینید که هر کدوم از شخصیت‌ها به چه دلیلی پوشیدنش. اولین نفرمون جیل بود که همون مدل بود، یعنی اصلا کار مدلی انگاری شوآف کردنه دیگه، خودنماییه. منظورم اینه که تمام حرفه مدلینگ به معنی نمایش دادن یه نوع لباس، یه برند، اصلا بر پایه این شروع شده. خب قطعا هم کسی که مدل یه لباس میپوشه برای اینکه حالا یا جلوه اون لباس نشون بده یا اینکه زیبایی خودشو به نمایش بذاره. که خب جیل دقیقا به همین دلیل اون لباس پوشیده بود و اولین مصرفگرای فیلم بود. قربانی بعدی این لباس کی بود؟ شیلا. شیلا از زنانگی خود زیاد راضی نبود به خاطر اینکه شوهرش ولش کرده بود و حس میکرد یه چیزی کم داره. نسبت به زنهای دیگه حس میکرد زشتره، بدن خوبی نداره، حس میکرد کلا خیلی کم بود داره نسبت به بقیه. و وقتی هم که میره لباس بخره همش نگرانه، میگه حس میکنم زیادی بدنم افتاده بیرون، دوست ندارم اینطوری باشه. روشی هم که اون خانم لاکمور میره رو مخ شیلا باهاش همینه که میگه نه بعد بترسی، باید یه حرکت جسورانه بزنی، یه لباس اینطوری بپوشی که طرفم بهت احترام بذاره. و خب اصلا سر همین شیلا خریدش رو انجام میده. پس اینم میشه یه نوع دیگه مصرف‌گرایی. میاد از این لباس با اینکه خیلی قیمتش گرونه تهیه میکنه تا این ضعف‌های درونی خودش رو فراموش بکنه و هی میخواد برای نشون دادن بیشتر خودش ازش استفاده بکنه. با اینکه اتفاقای مختلفی هم میفته باز تا اون مرحله آخر نمیخواد از این لباس دل بکنه. میره یه سایز دیگه‌شو بگیره ولی نمیخواد ازش دل بکنه. تا دیگه اون آخر که همه چیز به هم ریخته و دیگه کلا اوضاع آشوبه، تازه تصمیم میگیره پس بدتش که خب دیگه دیر. مصرف کننده بعدیمون کی بود؟ رج. مردی که خوشحال نیست، توی زندگیش خیلی غم داره. قسمت اولش رو خب اونجایی میبینیم که زنش همش داره در مورد ازدواج و اینا صحبت میکنه
ولی خود ریج زیاد تمایلی نداره، اصلا تو بحث شرکت نمی کنه. انگاری یه جورایی از ازدواج ناامیده ولی مجبور انجامش بده. اولین باری هم که این لباس میپوشه توی همون مهمونی مجردیشه که مربوط به ازدواجشه و این لباس رو میپوشه تا خودش خوشحال نشون بده، تا بقیه شوخی بکنه، بخنده و اصلا به عنوان یه چیز شوخی انگار این لباس شروع میشه براش و این همون کمبود زندگیشه که برای مصرفگرایی ازش استفاده میکنه برای مخفی کردن غصه‌ها و غم‌های درونیش. جای دیگه‌ای هم که غم‌های زندگیشو می‌بینیم همینه که هر وقت می‌خواد از کارش صحبت بکنه همه چشاشون من نگاهی میرن تو کما. این داره خسته کننده بودن یا بورینگ بودن کارشو به نمایش می‌ذاره. کاری ارزشش بر نمیاد، تنها حرفه‌ایه که بلده ولی هیچ کسی بهش توجهی نمی‌کنه، هیچ علاقه‌ای نشون نمی‌ده. تا میاد ازش صحبت بکنه همه می‌خوابن. و نفر چهارم که نفر آخرم بودم بابز بود، یعنی نامزد رچ. اونم که دیگه نیاز به توضیح نداره، یه ترکیبی بین جیل و شیلا بود چیزهایی که می‌خواست. هم می‌خواست خودشو نمایان بکنه، هم می‌خواست که مدل بشه، آرزوش مدل شدن بود و هیچ وقت نمی‌تونست کارو بکنه چون سایزش انگاری زیاد و حتی توی کابوس‌ها و رویاهای زندگیش هم سایز بدنش بود که 36 متر هی بالا می‌رفت، یعنی این بزرگترین ترس زندگیشه. به هر حال دقیقاً مثل جیل می‌خواست از همین لباس استفاده بکنه. خلاصه که فیلم بر مبنای همین جمله‌ای که گفتم و می‌بینیم که چه جوری هم به نمایش می‌ذارتش. از طرفی هم میاد تولیدکننده‌هایی رو دیس می‌کنه یا ضدش صحبت می‌کنه که مصرف‌گرایی رو رواج میدن. همون فروشگاهی که دیدین DNS اصلا کار اصلیش هم همین رواج مصرف‌گراییه. توی تبلیغاتش که ببینیم داره همین رو نشون میده. اصلا رفتار فروشنده‌هاش با بقیه مردم همینه. و خب وقتی که توی بطن این فروشنده‌ها می‌ریم یا همون صاحب اصلی فروشگاه آقای لاندی، می‌بینیم که چقدر امیال وحشتناکی دارن، چه کارهای عجیب و غریبی انجام میدن و خب اصلا مدلشون عجیبه کلا. همچنین آدمایی هستن و به فکر نتیجه کارشون نیستن اصلا. و آخر فیلم هم مصرف‌گرایی همین مشتریاست که یقه خودشون رو میگیره. میبینیم که همینا به جون همدیگه میافتن، دعوا راه میفته و آخر همون کالایی که تولید کردن تا باهاش مصرف‌گرایی رو رواج بدن میفته روی همون بخاریه و کل دارایی‌هاشون میسوزه. با اینکه یه ضرر خیلی زیادی بهشون میرسه، با اینکه یقه خودشون رو میگیره، بازم میبینیم که اون خانم لاکمور داره با آسانسور میره پایین و هی تمام اون کسایی که اونجا هستن رو میبینه و باز هم اون پایین چرخیتایی هستن که هنوز استفاده نشده. یعنی درسته که داره بهشون آسیب میرسه ولی قرار نیست که این مصرف‌گرایی رواج دادن رو تمومش بکنن. قرار توی پروژه بعدشون باز این کارو ادامه بدن. نکته دیگه در مورد فیلم باید بگم همون سکانس آخره که داره میره پایین و میبینیم که دارن از بدن خودشون انگاری لباس درست میکنن و این خیلی معنایی با خفنی پشتش داره. این میاد به ما میگه که انسان‌ها میان از گوشت و خون خودشون استفاده میکنن تا به اون امیال مصرف‌گراییشون برسن، یعنی از زندگی خودشون میزنن تا بتونن این کمبودها رو با مصرف‌گرایی جبران بکنن. خیلی جمله مهم و خفنیه به نظرم که من تا مدت‌ها توی مخم موند وقتی این جمله رو خوندم. دیگه فکر نمی‌کنم حرفی در موردش مونده باشه، چرا خیلی سکانس‌های مهمی داره که بخوام در موردش صحبت کنیم 2-3 ساعت طول می‌کشه، ولی با دونستن اینا یه بار دیگه فیلم خودتون کامل ببینید یا خلاصه فیلمو تماشا بکنید، خیلی نکته‌های قشنگ ازش می‌تونید برداشت کنید و برای من این اتفاق افتاد، اونم برای شما هم بیفته. امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، لایک کامنت ساب اصلاً یادتون نره. شبتون رم گیلسی.